بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما دوستان و همراهان عزیز و گرامی. مرتضی قائدی هستم و با یک آموزش دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. قبل از اینکه من نوشتن رو آغاز کنم، شما در تصویر ببینید این مقوا رو که من یه طرفش چسب زدم و یک طرفش نزدم. من معمولاً وقتی میخوام بنویسم اینو میذارم زیر دستم، دست من به این کاغذ نخوره. حالا این چه فایده داره؟ فایده اولش اینه که بسیاری از افراد دستشون عرق میکنه یا به کاغذ میچسبه. وقتی میخوای کشیده ها رو بنویسی، بنویسی اینجور حرکت کنه، خب این دست همکاری نمیکنه و اون خط خوب نمیشه. ولی وقتی این فاصله باشه، این دیگه لیز میخوره. حالا یا دست شما روی کاغذ لیز میخوره یا این کاغذ روی این لیز میخوره. در هر حال دیگه اون مشکل قبلی به وجود نمیاد که توضیحش دادم. نکته بعد، در خطهایی که شما دارید مینویسید، مخصوصا دانگریز و کتابت، اگر که دست شما کمترین چربی داشته باشه، اون وقت با قلم 1 میل دارید مینویسید، یعنی تقریبا اینقدر. من کنارش نقطه میذارم، شما نگاه کنید. دارید با یه اینطور قلمی مینویسید، وقتی چرب باشه این خط نمیشه دیگه روی اینطور کاغذ نوشت و مرکب همراهی نمیکنه. وقتی که چرب باشه یک اینطور حالتی توی کاغذ شما به وجود میاد که الان در تصویر اگر دقت کنید این اتفاق افتاد. همین چیزی که الان توی این نوشته من ایجاد شد و شاید برای شمای بیننده جذابیت داشته باشه، عرض کنم به حضورتون، در قلم کتابت بسیار روی اعصابه و خط رو داغون میکنه، خراب میکنه. در اقلام بزرگتر، الان این قلم شما اندازش رو شاید متوجه باشید دیگه، این الان 4-5 میل هست. قلم کتابت 1 میله. در قلم بزرگ این اتفاق ها گاهی خط رو زیبا هم میکنه، ولی در قلم کتابت بسیار نوشتن رو مشکل میکنه. لذا اینه، این گذاشتن این زیر دستی دو تا کمک مهم میکنه، که اولیش که راحت تر حرکت کردن دسته، این خیلی مهمتره. این اگر چربی هم به این کاغذ منتقل نمیشد، بازم همین که دست راحت حرکت میکنه، این خودش عامل مهمی بود که ما بخوایم یه زیر دستی بگذاریم روی کاغذمون. حالا جالب بدونید، استاد من جناب استاد بخشی که خدا حفظش کنه، همین مقوا رو، دقیقاً یه همچور مقوایی میگذاره زیر دستش، و ایشون من حتی یک بار ندیدم که مثل من مقوا رو مثل من بگذاره. دقیقاً اون قسمتی که چسب زده رو دست میذاره. من این قسمتی که چسب زدم رو اگه بگذارم دستم میچسبه، ولی استاد هیچ وقت این قسمت چسبی رو زیر نمیگذاره. من همیشه این قسمت چسبی رو زیر میگذارم و خیلی برای من جالب توجه بود، خیلی تعجب داشت برام اولین باری که دیدم. ولی به هر حال مهم اینه که یک چنین زیر دستی باید برای نوشتن داشت که بتونیم کار رو زیبا انجام بدیم. دوستان عزیز، عزیزانی که این کلیپ ها را دنبال میکنید، من یه نکته به شما بگم. خوشنویسی جذابیتش، لذتش و پیشرفتش به اینه که شما آهسته، با طمأنینه، با حوصله و بی عجله مشق کنید. کسانی که عجله دارند، زود میخوان به مقامات بالای هنر برسن، اصلا این نفس این کار، نفس این آرزو منافات داره با هنرمند شدن. اگر شما بخواید سرعت پیدا کنید در پیشرفتتون، باید بدون سرعت مشق کنید. این نکته رو از بنده حقیر داشته باشید و بدون عجله، با آرامش، با دقت مشق بکنید از روی الگوهای صحیح، و همیشه تلاش بکنید که با کیفیت کار کنید، با عجله کار نکنید.
اگر مایل بودید در کلاس های بنده هم شرکت کنید، به همین شماره ای که در تصویر میبینید میتونید پیام بدید. لیست کلاس هامون رو خدمت شما عرض میکنم. کلاس های آموزش خط با قلم نی، کلاس های آموزش خط با خودکار که حالا اینها چندین دوره میشه، با هم متفاوته، ولی کافی شما یه پیام بدید، من برای شما توضیحات کافی رو میفرستم که برای ثبت نام متوجه باشید کدام دوره رو شرکت کنید. کسانی هم که تا به حال در کلاس های بنده شرکت نکردن، کافیه که نمونه خطشون رو بفرستن، من خودم راهنماشون میشم که در چه دوره‌ای شرکت کنن که به نفعشون باشه و بتونن پیشرفت کنن. این ویدیو رو با کلمه جلاله الله که من همیشه دوست داشتم نوشتنش رو و به نوشتن این کلمه عشق می‌ورزیدم، خاطر اینکه هندسه فوق‌العاده جذابی داره، با این کلمه جلاله به پایان می‌برم و امیدوارم که برای شما دوستان عزیز و همراهان گرامی این ویدیو مفید بوده باشه و با کامنت هایی که میگذارید و با نظراتی که میدید باعث بیشتر دیده شدن ویدیو بشید تا انگیزه ما هم برای تولید محتواها بیشتر بشه. موفق و پیروز باشید.